عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبد در برابر خداوند متعال است. عید قربان، عید فداکاری و عید ایثار و عشق بر شما مبارک. خوش آمدین به ویژه برنامه دیدار با سینماگران. خوش آمدین به افتخار خودتان. عزیزای بیننده، مطمئناً یک برنامه کاملا متفاوت خواهیم داشت، چون اینجا ستاره های سینمای افغانستان با ما هستند. بر علاوه چه یک نمایش زیبایی از لباس های فرهنگ افغانستان را تیم حقیقی گروه البته به نمایش گذاشتند. خب در آغاز برنامه، قبل از اینکه بخش های برنامه را بر شما معرفی بکنم، ما ترانه‌ایستم. کسی که با ما در این برنامه خواهد بود یک بانوی خوش سیما، خوش صدا، جدی زیاد تعریفش نمی کنم. گوشه از فعالیت های جدیدش روی تصویر با هم یک جا می بینیم و برنامه دیدار با سینماگرها همچنان ادامه خواهد داشت. به به رفتم. سلام علیکم. عیدت مبارک. چطور هستی؟ خوب هستی؟ مرا بخیر می‌بینی؟ بخیر باشم. خوب. چه زیبا. سر تشکر. سلام خدمت تک تکی عزیزایی که اینجا حضور دارن، مدل‌ها، هنرپیشه‌ها، کسایی که واقعا همه ما دوستشان داریم، برشان احترام داریم و یک سلام خاص خدمت تک تک شما ناظرین. امیدوارم هر کجای که هستین جور صدمند و سرحال باشین. عید از همه قلب برای همه شما مبارک میگم و ما را تنها نگذارین. میمانای خیلی فوق العاده داریم که همه شما دوست دارین که اونا را ببینین و درباره زندگی، درباره فعالیتایشان بشنوین. با ما باشین. خب پس قبل از اینکه مهمونا رو دعوت کنیم، ما خودت میشینیم یک چند صحبت دیگه داشته باشیم. خوب گفتم. سوال است خکی خونی است. نه، میخکی است. عزیزان بیننده، آنچه که همکارم گفت امروز، البته در این شبای عید که امروز روز اول عید بود، آرزو دارم تا این دم که عید سپری شد برای شما خیلی خوش گذشته باشه. مطمئنن یک برنامه خیلی خوب را هم خواهیم داشت و ستاره های سینمای افغانستان با ما هستند. ولی قبل از اینکه به نخستین بخش برنامه را آغاز بکنیم و میمانایی که در برنامه است دعوت بکنم، چطور است که از همکار خود آغاز بکنیم؟ سوالا را باز کم کم میمونا را هم دعوت خود کردیم. همون نیست؟ همون تست، همون تست. خب، چقدر خود دوست داری؟ 100%. 100%؟ 100%. خب، همگی خود دوست داره و حال گوشی فعالیت های جدید تانه در نخستین لحظات برنامه ما دیده میشه روی فعالیت های جدید صحبت بکنی؟ خب، آخرین کارم البته. خدا نکنه آخرین کار باشه، یعنی جدیدترین کارتان. نه خیر، ابو کاری آخری همین سال البته یک فیلم است، فیلم کوتاه سینمایی است که مربوط تلویزیونی آریانا میشه که داستان نویسندهشان فرید عظیم است و کارگردانشان سید رحیم سیدی است. خب اون من نمیگم داستان شکلان که باز میگذاریم به بینداک خودشان ببینن. گفتین نام این فیلم چی بود؟ شکارچیان صورتی. شکارچیان صورتی. در شکارچیان صورتی شما چی میکنید؟ بسیار کارا. اگر بگویم باز شاید کسایی که اینجا هستن فرار کنن. خب اعضای بیننده مطمئنن از اسم این فیلم، از نام این فیلم البته معلوم میشه که شکارچیان صورتی، یعنی شکارچیانه که ماشاءالله اینا قدر زیبا هستن. همونطور است. انشاءالله که یک برنامه و یک فیلم خوب داشته باشین و بیننده ها انتظار هستن. چطور است که نخستین میمونه برنامه رو دعوت؟ خب است. پس اولین مهمانای خود دعوت میکنیم به افتخاری مادر سینمای افغانستان صدیقه تمکین و استاد فرید عظیم. به افتخارشان. شما خواهش میکنیم که اینجا با ما باشن. بله. بله بفرمایید. سلام. سلام. خوش آمدین. ایتان تبریک. بفرمایید. سلام و دوستان. خوش آمدین. ایتان تبریک. خوش آمدین. خوش آمدین با برنامه دیدار با سینما. زنده باشین. تشکر. دیدار سینما و دیدار شما واقعا دلچسب است، دوست داشتنی. آغاز میکنم اگر همکار عزیز اجازه باشه از استاد فرید عظیم. بله. کسی که مطمئنن کارایش دوستا شاهد هستن و سریال مرسل که یکی از سریال های
خوبه که البته خیلی طرفدار داشته، مطمئنن همه شما دیدین کارگردان این سریال با ما هستند و آغاز میکنیم. قبل از اینکه روی صحبت‌های هنری آغاز بکنیم، صحبت‌ها را میایم روی صحبت میکنیم که شما می چند مدت را که البته پیش از ما چند آستین کوه نکرده این، ایدها چگونه بود، صمیمیت ها چگونه بود میان سینماگران و میان هموطنان عزیز ما؟ اگر از همینجا آغاز بکنیم، باز روی فعالیت های سینمایی هم صحبت خواد کردیم. خیلی خوب، تشکر. اول خود سلام به شما، بعد سلام به حاضرین در تالار و از تمام بیننده های محترم تلویزیون آریانا، ایده برشان تبریک میگم. ما اصلا اید قربان دوست ندارم بگویم. ما دیگه کوشش میکنیم که از این بابات قربانی نتیم. ما از این بابات میخواییم که از ایدای خود خوشی به دست بریم. در رابطه به سوال خودت بگویم که فرهنگ افغانستان از قدیم و قدیم تا امروز هیچ تغییر نکرده. همه چیز در جایش است. ولیکن جامعه تغییر کرده. ما رفتیم به طرف ماشینی شدن، ما رفتیم به طرف سنتی شدن، ما رفتیم به طرف مصروفیت های بیشتر. مثلا در گذشته تلفن نبود، شما مجبور بودین که برین از نزدیک به یکی عید مبارکی کنین. بعد تلفن برامد که همگی به یک زنگ اکتفا میکرد. آل بیشترین یک عید مبارکی در فیسبوک نوشته میکنه و همگی او را میگیرن. ولی امو احساس صمیمیت در قلب ها عین چیز است. امو زمان هم هر شاگرد و استاد خود احترام داشت، امروز هم ما خودت همه ما یک استاد داریم با استاد خود احترام داریم. دقیقا. در قدیم هم مردم به مادر و پدر احترام داشت، آل هم داره. ولیکن چون در فرهنگ ما، در زندگی ما، ماشینالات، رسانه اجتماعی، سهولت های بیشتر تکنولوژی اضافه شده، ما یک مقدار از امو دید و بازدید های فیزیکی دورتر شدیم. امروز هم که شما در دهن مسجد بعد از نماز عید آغوش تا نباز کنین، هر کس با شما با مو صمیمیتش سلام علیک میکنه. بستگی داره که شما باید آغوش تا نباز کنین، که اگر شما آغوش تا نباز نکنین دیگه یکانی که تیر شد میگه ای پوکس برو کت یک نفر دیگه سلام علیک میگیره. من نمیفهم، شاید دیگرا نظرشان دیگه چیز باشه، ولی به عقیده ما، ما همو چیز هستیم. فقط چون چیزهای جدید وارد زندگی ما شده، او ما را یک مقدار با خود سرگرم ساخته. سقط ماشالا. بله، از پوکی گفتن خودت خب پوک نیستی؟ نه خب به هر صورت از مادر سینمای افغانستان میپرسیم. از کسی که سالهای طولانی در سینما فعالیت کردن و زحمت کشیدن، خب برای ما بگین که در وقتی که خودتان جوان بودین، البته سالهای قبل، آلی هم جوان هستن، بله دادتان چیز نکرده، برای ما بگین از او وقت چه قسم اید تجلیل میشد و خانما چه قسم در او زمان تجلیل میکردن؟ پیشتر فرید جان عظیم یک سلسله موارد گفت، امین ماشینی شدن کما که تحولات آورده، گویا که کم دور ساختن، ولی محبت همون محبت است و بستگی داره. باز هم به گفت فرجان میریم که آغوش خود کسی باز کنه، حتما امرش عید مبارکی میکنه. بستگی به خود ما داره. ما اگر کسی را دوست داشته باشیم، حتما دوست ما داره. و اگر کسی را دوست نداشته باشیم، به یقین کامل که دوست ما نداره. مگر چیز زیبا بوده باشه نه، مثلا حالا خودت ما فکر کنم میدم است او مسئله خینه ماندن بود و مثلا این موارد خیلی خینه کمک از بین رفت. حالا دخترای جوان خینه نمیدن. ما یک باز دخالت کنم زیاد، ببخشید، یک چیز بسیار زیاد با ارزش باید پنداشته شده که ما در بسیاری موارد از چیزهایی که لذت میبریم انجام میدیم. به این مثال به این خاطر برتان دادم که یک دختر مثلا در 20 سال پیش چیزایی نداشته که از او لذت ببره. یعنی در شب عید خینه کردن بر از او یک چیز با لذت بخش بوده. امروز خود ده ها موارد لذت بخشی دیگه است. ولیکن از این خاطر ما باید زیاد تاکید سرمو لذت بردن از زندگی داشته باشیم. مثلا اگر فرض مثال ما بیایم فرهنگای قدیم و قدیم هم محکم بگیریم، برلاوی از این که او را بالا خود تطبیق کردن نمیتونیم،
برعکس ما او را باش دشمنی میکنیم. مثال براتون میتونم. مثلا یک دختر جوان 20 سال پیش که مادر خود شب میخیست خمیر میکرد کلچه پخته. عالمی کار کردن هم میتونه. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه یک سلسله مصروفیت های ذهنی دیگه جای داره. و دیگه میگه گمش که مادر بهترین کلچه در بازار پیدا میشه میریم امون را میخریم. یعنی ما هم فرهنگ ما آیسته میره به طرف چیزهای جدید. بعد ما با چیزهای جدید خود وقف بتیم. یعنی ما در ادامه برنامه دیدار با سینماگران وارم روی بکنیم. ببینیم چی گلی را باهم میکنم. قرار است میوارم. من میشه. سلام با همگی. سلام. تان تبریک باشه. دیگه ما امروز گیم داریم. خوردن هست. ما نان خدا مفت نمیتیم. ما نان مفت وقت خورده. من باید بگره باشه. معمولا هست. هم قصد دور پاییدی را خب میگیری. جان ام قصد دور پاییدی را خب میگیری که نوری صحبت کرده نه به خاطر ما رو تلویزیون آریونا پیش امروز هر کسی که اینجا بر ما ایدی نتا یک جمع میزدم ندرایی خواه خواه اتو میکنیم که مسعود جان در بین می کاسه که خود تو هردی کلم میوره و کشکو نه اتو نمیکنیم خوردن خبر دارم اتو میکنیم که دو دانه از این سیبار در داخل این می کاسه هم اوکش میشه هم خورده هم اوکش میشه هم خورده ایتو خوبه وزیر نوری صاحب و بی ایزای ما که در برنامه هستن لطف میکنن و جان میکنن ولی ایره قبل از قبل هم ششتیم فکر باشه ولی یک بار دیگه انتخابشان بذار بذار تو با حالی نه که دیگه بس جانم میگونه که آسار نکنی اینجا دسمال بینی میباشه اینه ای از شما یا ما نوری صاحب اونم را کلچه باید بخوره شفای صاحب کمی او مدنی رو میخوره نه این شفای صاحب میگم شفای صاحب او خالی رو میخورم بریز میشه اگیره که شما که پاک کردین بخوره در خدا خیر نه باش من یک ذره کم میکنم باش این حال میتونه بخوره آبش هم نه سیبه شما روزان کنین ایدی هست دیگه و آبش برای اوکش سیب است. برای نمیکنه. خب، تایم میکنیم دلش. بله بله باید 30 ثانیه تقریبا. نه 30 ثانیه. اگه نخوریم چی میشه؟ ایره بگویم. مجبور هستیم وقتی که یا ایدی بتین یا اورا بخوریم. ایدی میتیم. ولی ایدی مو ما میره قمس. ایدی نتی نمیره بخوریم. یعنی باخته قبول میکنین؟ نوری صاحب؟ ها؟ قرار است که در این گیم برنده نباشین باخته قبول میکنین؟ ایدی هم میگیریم. ویدی رو میگیریم باید برای دگاهشان میخریم یک چیزی ایره بخورن باید آه. خب خیر من فکر میکنم با آجا فکر میکنم خانوم ها باید فکر کردم من میخواه از خودتان برین سیبش دست نمیزنین حساب بگیرین حساب بگیرین مسعود جان همیش گفتن حقوق زن امرو به حقوق مرد پایمال شده زن نشانه خب من برای شما همیش من همیش پیشنهاد کردم برای شما یا شما هستم مسئله مشکل که رسید باز حقوق مساوی بشه میگه یک روز یک نفر پیش میرفت خانمش پشت سر میرفت نه خانم خدا پیش روان که خودش پشت سر میرفت گفت سعی کنید چقدر افغانستان میگه حقوق زن مرد مراعات نمیکنه گفت سعی کنید خودش خانم خدا پیش روان میکنه خودش پشت سر روان است گفت نه بیادر گفت شما چی میفهمین اینجا من وین است میبگه بپرانه والا میگه بپرانه حالا ما اتو یک تصمیم داریم نویس چون اینا تازه آمدن به سینما میمان ما هستن بله یه را غرص نه ایدی میتیم نه ایدی میگیریم همین شما کافی هست دست نمیزنیم شروع کنیم خب یعنی نمکم ایدی رو بیتونیم 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 دو یک تشویق کنید تشویق ماشاءالله نه نه دست فقط اونو بود اقا نوری صاحب ماشاءالله این واقعا آفرین جان جان نوری صاحب بینی مرا نبوری نوری صاحب دیگر بینی مرا بوری بینی مرا بوری برو دیگر لرگیره که خودت تیجا دیدی شفایشم لایق است بله مسعود جان ورزشکار هم هستن معلوم میشه نه عارف جان برو دیگه تیز ورزشکار گفت آلی همه کاسه این تیز یاوش زیاد اندخ یاوش کم بخون یاوش کم بخون یاوش کم بخون یاوش کم بخون زیاد دگام برو دیگه برو بیاد پیشتر انداخت یوری سایی بازمو چی میگن؟ تشویق تشویق خیلی یادم کمش مانده آفرین ببینیم برنده کدامشان هستن برنده را اعلان بکن
تشکر تشکر از شما برنده فعلا باش بیادر یک بیخی یک چی کنی یعنی سعی کنید باش از من حالا باقیش خودت بخواب نه سندی والای مزیان برنده کی شد؟ شفایی سایی از بست خواست شفایی سایی تو شفایی سایی خواست البته کلانتر هم بود سی بشار نی؟ کدامه چیت کردی خو؟ تقلیبی کردی نال دوستان ها گوین چیت چی محمد ها؟ او رو خوردین و ما او زیاد بود من مزایمت میکرد میلخشید نوری صاحب شفایی صاحب و بانو بهار خیلی خوش آمدین به برنامه لحظات شاد داشتیم مطمئنن بیننده های عزیزی که بیننده بودن هم لذت بردن بله ما ایدیم کلان میگرم ولی نمی رو خوردیم ایدیم باش تو خواهد شد خب هر صورت عزیزا برنامه دیدار ایت ادامه خواهد داشت ما میریم ایدی خودم میگیریم و بعد از یک وقت فکوتاش ما هم بیاین باز میگیم براتون که ایدی دادن یا نه باور گروز از پیش شرک آریا تیر شد در خوردم می دخترک پرزن هرم زاره میکفه رفتم از پیش پس در خوردم بیاد اندیوالون گفت چی بود ما افتم میج ببایم بود رو بخشن با خدا از آره پس برو چه نوست نا چی نمیشه ای با ما بسیار مشکل بیده بسیار مشکل